Alright everyone, امروز 30 هست دسامبر 2023 و همش یک روز دیگه مونده تا 2024 and شروع میکنم از صرفه ETF که میدونیم که 7 از اون 13 تا ETF هاشون رو آپدیت کردن چون SEC گفته بعد آپدیت کنه اگر میخوان اپروو بشین برای اولین ویو ETF که همینطور گالکسی ETF مرد بیرون که گفته ما داریم 200 میلیون دلار بیت کوین میخوایم بخریم تو 200 میلیون شیرز اندازه 200 میلیون بیت کوین میخوان بخرن که میزون میگن که ما ده برابر بیشتر از گری اسکیل داریم سرمایه میکنیم. خبر بعدی میاد صرف ویتالیک که ویتالیک میگه میخواد دوباره ایتریوم رو هایپ بکنه و میخواد سایبر پانکش کنه که از آن آدمایی که یادشون هست سایبرپانک یکی از اون اولین توکن های NFT بودن که شروع کردن این NFT کریز رو که دوباره میخواد یه چیزی مثل اون دوباره بسازه که مردم یه چیزی بسازن پامپ بشه که یه چیزی دیگه بزرگتری سر جاش بیاد مثل ایپ. خبر بعدی میاد صرف SEC و US جاج که دیدن که آقای دوک کواندو رئیس ترور لابس و خود لونا ترا و واقعا unregistered securities بود. حالا نمیگن که ایشون دوز بود اما میگن توکنش فراد بود و سکوریتیز فروخته و آدم های توی امریکا سرمایه کردن در لونا اما هیچ پولی به مردم نمیرسه، پول میره برای لویرا. خبر بعدی میره صرف دیفای پروژیکت اند از آنی که دیفای توکنز دارن مثل کیک، پنکیک، سواب، اکسترا. این شرکت رتیک فایننس میخواد دبیت کارت بسازه که دبیت کارتش هم نمیگه با کی هستش، اما شاید ویزا باشه شاید ماستر کارت باشه فرقی نمی کنه، نه یکی هستن، اما دارن میگن که مردم میتونن کم کم خرید کنن و حالا پری سیلشون رو انجام دادن، میگه کنیم میلیون دلار گرفتن. خبر بعدی میاد طرف جی پی مورگن که بلک روک گفته جی پی مورگن نفر اول آدم های پارتیسیپنت هاش هستن که سرمایه میکنن و جالبه چون جیمی دایمن گفته که کریپتوکارنسی همین فکران یه ماه پیش بود که دوباره گفت که اسکمه، اگر منم دولت بودم بنش میکردم، اما جالبیش اینه که برای بلک روک این نفر اول کل مارکت هست برای سرمایه گذارایاش. سو خیلی جالبه که یه حرفی میگه به مردم اما میخواد نفر اول باشه برای این. Doesn't make sense to me, right? خبر بعدی من میاد از طرف اندونیشیا که 10 تا بیت کوین ماینینگ اپریشنز رو بستن که این آدما 1134 تا بیت کوین ماشین داشتن و نزدیک 1 میلیون دلار پول برق رو ندادن و پول مردم رو دزدیدن. سو برق های مردم رو دزدیدن و نزدیک 1 میلیون شده. سو این میاد از طرف این شرکت ماینینگ، اما کسی که این همه ماینر داره دمش کم چون خیلی سعی کرده که نگیرنش اما مثل که گرفتنش دیگه و حتی هم رئیسش هم گرفتن اما نمیدونن چقدر سود کردن یا هرچیشون نمیگه یاروه، دهنش بسته است. به وقت الان هم 54,000 بیت کوین فروش شده اما این میاد از طرف replenishing stock برای عنوان ETF نیست که صرافی دارن حاضر میکنن خودشون برای ETF replenishment. But anyways برسیم برای چارت، میبینیم که به وقت الان 1.721 trillion هستیم و ارزهایی که امروز بالا هستن ICP، تان، بیتکوین کش، لیدو، آیوتا و خیلی اسمهای دیگه و ارزهایی که ذره کردم که بانک ذره بیم استکس چه خیلی اسم هستن اینجا دیگه. حالا برسیم دیگه برای توتال تو ذره فرق میکنه امروز چون نمیخوام با بیتکوین شروع کنم با توتال تو. عزیزانی که در گروپ خصوصی هستن میدونن که ما اینجا بودیم، گفتم عزیزان هست همینجا ریجکت میشیم و میریزیم اما نگرانی نداشته باشین، همش 20 تا 40 بیلیون دلار هست و دقیقا همجوری که من گفتم مثل همیشه همجوری که میشه. سو دقیقا همین اتفاق شد به اندازه ولیوم که ما حاضر بودیم که پولامون رو جمع بکنیم که دوباره اینجا از امروز هم دوباره شروع کنیم کم کم برای خرید کردن
چون این توتال تو هست، هم بیت کوین هم آلت کوینه. برسیم دیگه به ارز بعدی که بیت کوین هست. and again بیت کوین ما میکشونش بالا تو این اسندینگ ترنگل، میبینی که این پترن رو شکونده به سمت پایین، اما بدونی که 200 EMA همینجا هست در 40400. ما اولش یه لانگ پوزیشن داریم همینجا و دوباره میخوام دوباره توی 40500 یه لانگ پوزیشن دیگه هم داشته باشین که اد مارجین باشه دیگه، به عنوان این که تو این پترن ما الان هستیم، از همینجا باید یه سپورتی پیدا کنه که به سمت بالا بره. ارز بعدی که براتون میاریم که خود ایفریم هست، اونم از طرف کوین بیس هم نگاه میکنیم براتون. اگین ایفریم از ویدیو دیشب و پخش دیشب یا پریشب که گذاشتین گفتین که میریزه، دقیقا همین اتفاق شد، اما الان که داریم با شما صحبت میکنیم بیشتر هم میریزه، دقیقا میتونه بخوره به اینجا تا یه سمت بالایی ببینه. این شد برای ایتریم، و دقیقا همین صحبت ها کاملا درست 100%. ارز بعدی که براتون میارن که خود بی ان بی هستن، اگین بی ان بی 340 دلار شد زد، اما بی ان بی فرق داره، سمت اوضاش خیلی خوبه، احتمالا اگر داریم باهاتون صحبت میکنیم میتونه بریزه به 302 و از اونجا سمت بالا روند بالا رو دوباره نگاه کنه، یا اگه خیلی دلش میخواد میتونه یک کار مثل این انجام بده که یه چیزی مثل اینجا یه W بسازه، یه سیمتر ترنگل یا فولین ویج که به قیمت های 400 دلار 360 رو نگاه کنه، اولش 360 بعد 360 400. عرض آخرم که براتون میارم که خود کاردانو هستن، اگه این کاردانو پترن مثل خود بیت کوین داره سمتش میره، اگه میخواین کاردانو بخرین دقیقا اگر بیاد اونم اگریه، قیمتش هم باید exactly 55 or 56 بتونید، so 56 و 55 میتونید داشته باشینش که اگر این اتفاق بشه یه W میسازه، از همینجا هم ریورس بکنه یه W بسازه، تارگت بعدیش هم 80 سنت میشه یا 7 و 9 9. So این شد برای ویدیو ما برای امروز، امیدوارم که همتون خوب باشین، سال نو داره میاد and of course مثل همیشه با هم میریم جلو، مثل همیشه هستیم باهاتون بودیم و forever I mean. So take care guys, God bless you all and bye bye.